سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، عیدتون مبارک، میلاد با سعادت جواد الائمه علیه السلام و باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام رو خدمت تمامی شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که در این مناسبت و این شب عزیز از جوار حرم مطهر و مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما هستم. سوژه ای دیگر و موضوعی دیگر از سری برنامه های زنده هشتگ سوژه. شاید موضوع امشب رو که دیده باشید منتشر شده در فضاهای مجازی شبکه امام حسین علیه السلام، با خودتون فکر کرده باشید که خب بعضیا میگن که عمر طولانی داشتن خوب نیست، عمر طولانی از خدا نخواهید، پس جریان چیه؟ چرا شبکه امام حسین چنین موضوعی رو انتخاب کرده؟ خب خدمتتون عرض کنم که اون بعضیا به دلایل مختلفی چنین حرفهایی رو میزنن. حالا حین برنامه بعضی از اون دلایل رو خدمتتون عرض میکنم و اینو میخوام بگم که عمر طولانی خواستن در آیات قرآن و در روایات اهل بیت علیهم السلام نکوهش نشده. دلبستگی به دنیا و اون حرص نسبت به مال دنیاست که نکوهش شده. راجع به این مسئله خدمتتون عرض میکنم. این نکته رو هم بگم، معمولا کسانی که خورده میگیرن و میگن که عمر طولانی میخواین چه کنین، این دنیا که همش میبینید دیگه، معمولا کسانی که این صحبت ها رو میکنن خودشون جزو افرادی هستن که اگر بنا باشه برای جشن تولدشون شمع به مقدار سنشون قرار بدن روی کیک تولدشون و بخواد اون شمع ها رو فوت کنه، کل شهر رو دود بر میداره، وقت اشکال میگیرن به این که چرا عمر زیاد میخواین از خدا. بگذاریم، امشب با 679مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه در خدمت شما هستم و راجع به عوامل کوتاه یا طولانی شدن عمر انسان در کلام اهل بیت علیهم السلام با شما گفتگو می کنم. با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، صدا و تصویر بنده را از
شهر مقدس کربلا استودیو بین الحرمین شبکه امام حسین علیه السلام از جوار حرم مقدس و مطهر سید الشهدا علیه السلام دریافت میکنید. جای شما بسیار خالی است در شهر مقدس کربلا. دعاگو و نایب الزیاره شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام هستیم. انشاءالله که شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر سید الشهدا علیه السلام باشید. همطور که مستحضر هستید و منتشر شده، سوال امشب ما مثل بقیه قسمت‌ها به بهانه روایتی از آقا جواد الائمه علیه السلام که میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام هم هست، این موضوع انتخاب شده. روایتی که حضرت جواد الائمه علیه السلام می‌فرمایند: موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر. خدمتتون عرض میکنم حالا این برنامه راجع به این روایت و روایت‌های دیگری که در برنامه امشب هم شما در تماساتون و پیام‌های صوتی بیان میکنید هم بنده عرض میکنم، عوامل کوتاه یا طولانی شدن عمر از نگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو با هم بررسی میکنیم و گفتگو میکنیم. خب عرض کردم که عمر طولانی خواستن در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام نکوهش نشده، بلکه ما روایاتی داریم، دعاهایی داریم که از خدای متعال اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن که از خدای متعال طول عمر بخواهید. ببینید، ماه رمضان رو در پیش داریم، انشاءالله که با سلامتی و عافیت وارد ماه رمضان بشیم و توفیق داشته باشیم امسال هم روزه بگیریم، عبادت کنیم، راز و نیاز کنیم و ماه مبارک رمضان رو انشاءالله درک کنیم. در اعمال مشترک ماه رمضان میخوانید دعایی که از امام صادق علیه السلام و حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام هست: اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، تا اونجایی که واجعل فی ما تقضی و تقدر ان تطیل عمری. در روایت های اهل بیت، در ادعیه هست که از خدا میخواهیم که عمر ما را طولانی بگردان، ان تطیل عمری. پس نکوهش نشده، بلکه سفارش به این شده که عمر طولانی از خدا بخواهید. یک نمونه دیگری عرض کنم و بریم سر موضوع اصلی خودمون. در مفاتیح الجنان ببینید، مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در دعای روز سه‌شنبه که از امام سجاد علیه السلام هست می‌فرمایند: واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر، زندگی را برایم زمینه افزونی در هر خیری قرار بده. عمر طولانی ما برای این می‌خوایم که بیشتر کار خیر کنیم، بیشتر به زیارت اهل بیت علیهم السلام و حرم‌های مطهر مشرف بشیم، بیشتر دست انسان‌های نیازمند و مستمند رو بگیریم، بیشتر عبادت کنیم، بیشتر خودمون رو نزدیک کنیم به خدای متعال، بیشتر اونس بگیریم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از این دست روایات و دعاها بسیار بسیار زیاد هست. اما در آیات قرآن به آیاتی برمیخوریم که خدای متعال گروهی رو نکوهش کرده که اینها کسانی هستند که عمر زیاد از خدا میخوان. اینا چه کسانی هستند؟ این رو هم خدمتون خیلی گذرا و تیتروار عرض کنم. آیه 96 سوره مبارکه بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتجدنهم احرص الناس علی حیاة ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. خدای متعال در آیه 96 سوره مبارکه بقره میفرماید که اینها رو صحبت از یهودیان است. یهودیان رو میبینی ای پیامبر که به حیات دنیایی و مادی حریص‌تر از همه خلق هستند، تا الان هم همینطوره، حتی از مشرکان. و من الذین اشرکو، حتی از مشرکان حریص‌تر هستند به زندگی در دنیا. یود احدهم، هر یهودی، تک تک یهودی ها آرزوی هزار سال عمر دارند. یود احدهم لو یعمر الف سنه، آرزوی هزار سال عمر دارند، ولی خدای متعال می فرماید عمر هزار ساله هم
و ما هو به مزحزحه من العذاب ان یعمر، عمر هزار ساله هم این افراد رو از عذاب الهی دور نخواهد کرد. یا آیه 18 سوره مبارکه مائده باز هم راجع به یهودیان است، البته در این آیه مسیحیان رو هم ذکر میکنه خدای متعال، و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، که در تفاسیر صحبت های مفصلی هست که اینها یهودی ها و مسیحیان ادعا میکنن که ما نزدیکان و مقربین خدا هستیم، خدا اصلا بهش رو فقط اختصاص به ما یهودی ها و ما مسیح ها قرار داده. تا ادامه آیات که جاش حالا امشب نیست موضوعمون، این رو میخوام عرض کنم، تنها این گروه هستند که حالا چه یهودی باشه چه غیر یهودی، دنیا را و طول عمر زیاد را برای حرص مال دنیا میخوان. این نکوهش شده. سلام میکنم به سرکار خانم مریم از تهران. در خدمت شما عزیزان، مخصوصا شما آقای بهنام که اینقدر زحمت میکشین، متشکرم، بزرگوارید. بنده هم این عید سعید رو خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدتون مبارک باشه، ایشالله از باب الکرم، از باب الحوائج بهترین عیدی ها رو بگیرین، الهی آمین، بهترین سله رو بگیرین، و تمام جمعی مؤمنین و مسلمین همینطور. خواستم در مورد عمر طولانی که موضوع برنامه صحبت کنم. بله، عوامل طولانی یا کوتاه شدن عمر، این که صله رحم رو قطع بکنی و این که بخوای به پدر و مادر بی احترامی بکنی، و خیلی از کارها هستش که عمر رو کوتاه میکنه و طولانی کردنش هم همینطور برعکس. این که بخوای صله رحم داشته باشی، این که بخوای خدمت به پدر مادر بکنی و در کارهای خیر باشی. ولی در مورد خودم عرض بکنم که 3 مبتلا به سرطان هستم و در حال مداوا هستم، و اینی که در مورد عمر ناامیدم اصلا نیستم، به هیچ وجه ناامید نیستم از خدا، ولی اینی که عمر طولانی عمر داشته باشم از خدا، این که من رو به فرسایشم، رو به پیریم، رو به اینی هستم که به هر حال زحمتم برای دیگران رو دست این اون میفتم، اینی که اصلا دوست ندارم عمر کنم، از خدا مرگم و اگر بخوام میشه ناامیدی، که این اصلا درست نیستش. اگرم مرگم رو نخوام که سلامتی از خدا درخواست بکنم که این مریضی که درمان نمیشه مگر اینکه معجزه بشه. خب یقینا شما اعتقاد به معجزه دارید، اینکه در صحبت هاتون هم فرمودید و اینکه خدای متعال به طرفت العینی، به چشم به هم زدنی، این بیماری رو از کل بدن شما میتواند خارج کند. پس امیدوار باشید به لطف خدای متعال. و اینکه الان در این شب عزیز صداتون در شهر مقدس کربلا پخش شد، میلیون ها نفر بیننده شبکه امام حسین علیه السلام صداتون رو شنیدن، یقینا برای سلامتی شما و تمامی بیماران دعا میکنن. ما هم دعاگو و نایب زیارتون هستیم، ان شاء الله با سلامتی و عافیت کامل به زودی شما رو در کربلا ببینیم. سپاسگزارم، ان شاء الله مریضی به لطف خدا ایشالله به دست ایرانی ها واکسنش کشف بشه و از بین بره و تمام دنیا از این مریضی خلاص بشن و راه باز بشه برای جمعی مؤمنین و مسلمین. انشاءالله همه ی آرزومندان به زودی مشرف بشن زیارت امام حسین علیه السلام. تشکر میکنم از تماستون سرکار خانم مریم از تهران، از تمامی بیننده های محترم در هر کشوری، هر نقطه از این دنیا که هستید و الان صدا و تصویر بنده رو در شهر مقدس کربلا استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام دریافت میکنید، خواهش میکنم برای سلامتی تمامی بیماران، حالا این بیننده محترم سرکار خانم مریم از تهران رو مد نظر داشته باشید و تمامی بیماران، چه کرونایی، چه بیماران سرطانی، بیماران دیگر، مد نظر داشته باشید. و در این شب عزیز، در این لحظات بسیار عزیز، الان نمیدونم صدا رو میشنوید یا نه، از صحن مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیارت جامعه در حال پخش هست. در این لحظات و ساعتهای بسیار معنوی و نورانی، هر جا که هستید خواهش میکنم برای شفای عاجل و کامل بیماران حمد شفا قرائت کنید و 5 آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.
خب این از آیه هایی که خدمتون عرض کردم و راجع به عدم نکوهش عمر طولانی خواستن، بلکه برعکس مستحب هست، در دعاها هست، در زیارتها هست، در احادیث فراوانی هست که عمر طولانی خواستن رو آموزش دادن اهل بیت به ما که از خدای متعال بخواهیم. عرض کنم خدمتون که روایت حضرت جواد الائمه علیه السلام، روحی و ارواح العالمین له الفدا، جواد الائمه، انشاءالله به زودی، میدونم دلتنگ هستید، من هم دلتنگ هستم، انشاءالله به زودی مشرف بشیم کاظمین، از باب المراد مشرف بشیم به حرم مقدس و نورانی امامین جوادین، حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الله و جواد الائمه علیه السلام که باب الجود الهی هستند، باب جود و سخای الهی هستند. تصویر کاظمین رو داریم آقای کارگردان، در برنامه‌های قبل در برنامه تکیه بین الحرمین مشاهده کردید تصاویر زنده از شهر مقدس کاظمین رو، ان شاء الله به زودی قسمت و روزی هممون بشه، مشرف بشیم. سلام میکنم با آقای اکبر از تهران. آقای اکبر، آقا صدای من رو دارید؟ تماسشون وصل شده، من صداشون رو ندارم. آقای صدا بردار، اکبر آقا صدای من رو دارید؟ بله عزیزم، بله. سلام علیکم، عیدتون مبارک. سلام از بنده است، مرسی. همچنین شما، من در خدمت شما هستم. متشکرم، در خدمت اهل بیت علیهم السلام. شما تماس گرفتید که پاسخ بدید به سوال امشب ما راجع به عوامل کوتاه یا طولانی شدن عمر از نگاه اهل بیت در کلام اهل بیت علیهم السلام. بفرمایید، میشنویم نظرتون. ممنونم. آقای صدا بردار، چون صدای زیارت جامعه از حرم داره پخش میشه، من صدای این بیننده رو در استودیو ندارم، صدای استودیو رو بیشتر کنید. آقای اکبر آقا بفرمایید، میشنویم نظرتون. سلام از بنده است، ممنون از لطفتون. خب ظاهراً ایشون صدای بنده رو و صدای خودشون رو منتظر هستن که از تلویزیون بشنون، این باعث تأخیر میشه و وقت برنامه گرفته میشه اینطوری. آقای اکبر آقا، امکان داره که قطع شد تماسشون؟ حالا اگر مجدداً تماس گرفتید آقای اکبر آقا و دیگر بیننده های محترم، وقتی تماستون به استودیو وصل میشه صدای تلویزیون و گیرنده خودتون رو تا آخر ببندید. حضرت جواد الائمه علیه السلام می‌فرمایند موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر. کلامی بسیار بسیار مهم و کلیدی و کاربردی در زندگی امروزی که روایات دیگری از اهل بیت علیهم السلام هم در این زمینه هست، اشاره خواهم کرد. آقا جواد الائمه علیه السلام، حالا راجع به حضرت جواد علیه السلام و معنای جود و بخشش و سخا و 7-8 عبارت هست در زبان عربی، شاید هم بیشتر، که اینها مترادف هستن اما با هم تفاوت دارن. در ظاهر معنا یکی هست ولی تفاوت داره. بذل و سخا، انفاق و جود، کرم و بذل و احسان، این 7-8 مورد با هم متفاوت هست. اگر فرصت کردید مطالعه بکنید تفاوت‌های این کلمات رو، خیلی خیلی نکات خوبی انشاءالله دستتون خواهد اومد. چرا حضرت جواد الائمه علیه السلام جواد نام دارد؟ بگذاریم، تماس وصل میکنید. سرکار خانم اسکندرزاده از تهران، سلام علیکم. سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. عاقبتتون بخیر، عیدتون مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. تبریک میگم میلاد امام جواد و حضرت علی اصغر سلام الله علیها رو. احسنتم، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. بله، در مورد سوالتون، ائمه عصمت و طهارت حدیث و روایت های زیادی بیان کردن که من چند تا حدیث از ائمه اطهار واسه تون بگم. بسیار عالی، بفرمایید.
امام رضا علیه السلام فرمودن که چه بسا مردی که تنها 3 سال از عمرش باقی مانده، اما خداوند به خاطر صله رحم باقی مانده عمرش رو به 30 سال میرسونه. احسنتم. بعد امام علی علیه السلام فرمودن که پیوند با خویشاوندان ثروت ها رو بارور میکند و مرگ ها رو به تأخیر میاندازه. بله. بعد امام صادق علیه السلام هم فرمودن که احسان به خانواده را عامل طول عمر دانستن و میفرمایند که هرکس فرزندان و زن همسرشون خوش رفتاری کنن و رفتار خوبی داشته باشن باعث عمر طولانی میشه براشون. بعد در مورد صله رحم، چون الان اوضاع یه جوری شده که میگن که نباید بدین نباید بیاین، ولی من میگم این صله رحم آدم به توسط تلفن هم میتونه انجام بده، یه زنگ بزنه. حالا اون در ضرورت و در شرایط خاص هست. بله بله، ولی خب بعضی دیگه از فرصت استفاده میگم، میگن خب کروناست ما نباید بریم، ولی خب من میگم با تلفنم بالاخره میشه یه صله رحم بله. به جا آورد. خود اونم باعث خیلی بالاخره چیز هستش دیگه، همچین به قول معروف بی اثر نیستش. مسلما همینطوره. بله اثر داره. بله. بعد اهل بیت ما راه‌های زیادی هم گفتن به خاطر اینکه بیان چیز گفتن که بالاخره صله رحم به جا بیارین، اونم تو شرایط خیلی خوب. بعضی میان تو صله رحم به جا میارن ولی همش غیبت انجام میشه، نمیدونم تهمت میزنن، ولی اونجا نباید باشه. این صله رحم سالم به جا بیارن خیلی خوبه. احسنتم. تشکر میکنم سرکار خانم اسکندرزاده از تهران که ظاهرا تماسشون هم اینترنتی بود. بله آقای کارگردان، و گاهی صداشون قطع و وصل میشد. حضرت جواد الائمه علیه السلام میفرمایند بیشتر مرگ انسانها، بیشتر مرگ و میرها به واسطه گناه و معصیت است. موت الانسان به ذنوب اکثر من موتهی بالعجل. ببینید بیننده های محترم، در آیات قرآن شما مطالعه بفرمایید، آیات مختلفی هست که انواع مرگ رو بیان می کنند، مانند این که مرگ انسان ها به واسطه عجل هست. عجل حالا اون تایم اوت هر انسانی عجل نام داره، عجل مسما هست و عجل معلق. مرگ فجعه که بسیار بسیار زیاد هست امروزه. عجل مسمى اون چیزیست که خدا مقدر کرده برای هر انسانی. خوب دقت داشته باشید، الان اگر دیده میشه که در اکثر کشورها معمولا انسانها در سن مثلا 50 سالگی 60 سالگی، حالا کشورها متفاوت هست، 60-70 سالگی فوت میکنند، این عجل مسمای اونها نیست. ده ها روایت داریم مانند همین روایت حضرت جواد الائمه علیه السلام که میفرمایند اکثر این مرگ و میرها به خاطر عجل معلق است نه عجل مسما. یعنی خدای متعال برای بنده های خودش در تقدیر اعمار آنها 60 سال و 70 سال ننوشته. شما ببینید قوم های دیگری که هزاران سال عمر میکردن، چند صد سال عمر میکردن، خدای متعال عادل است. اینی که برخی از پیامبران الهی 2000 سال 2500 سال عمر کرده اند، جناب سلمان محمدی رو شما ببینید چند صد سال عمر داشته جناب سلمان محمدی، و دیگر نمونه های بسیار زیادی، صدها نمونه هست که افرادی در قوم های قبل از ما عمر چند صد ساله داشتن و 1000 ساله و 2000 ساله داشتن، و روایت های زیادی بیانگر همین مطلب حضرت جواد الائمه علیه السلام است که عجل مسما اون چیزی که خدا برای بنده های خودش تعیین کرده و مقدر کرده در تقدیراتشون، این چیزی نیست که الان دارن در این سن میمیرند، این عجل معلق اونها هست به واسطه گناهان. سلام و عرض ادب دارم. در اخبار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن
اجل انسان به دو قسمت اجل مسمى و اجل معلق تقسیم شده و البته طبق گفتار اهل بیت علیهم السلام عمر انسان ها عمر بسیار طولانی هستش به عنوان اجل مسمى و شاید بالاتر از 400-500 سال هر انسانی حداقل عمر کنه در اجل مسمى، اما به دلیل برخی از گناهان انسان ها اون عمرشون کم میشه و تا جایی که متاسفانه در بعضی از گناهان مانند زنا انسان در جوانی ممکنه جانش رو از دست بده خدای ناکرده و بسیاری از گناهان مانند قطع صله رحم، بد کردن به پدر و مادر و ظلم کردن و قسم دروغ و نفرین مظلوم، اگر ما ظلمی به کسی بکنیم به ناحق و اون میتونه برای ما مشکلات خیلی خطرناکی به وجود بیاره تا جایی که عمر انسان رو کم کنه، و چیزی که عمر انسان رو زیاد میکنه صله رحم، عمل کردن به دستورات اهل بیت علیهم السلام و غذای حلال و پاکیزه خوردن به مقدار لازم و روزه گرفتن و نماز شب و بسیار صلوات فرستادن و نیکی به پدر و مادر و بندگی خدا در اوقات مشخص است. تشکر از شما، خدا نگهدار. تشکر میکنم از آقای فرهاد که نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردن. بله، ایشون هم در این پیامشون و ویسشون اشاره کردن به همین مسئلهی که عرض کردم، مرگ معلق و مرگ مسمى، عجل مسمى و عجل معلق، که امام جواد علیه السلام می‌فرمایند اکثر مرگ و میرها به واسطه همین عجل معلق هست. عجل مسمای اونها مثلا 450 ساله، اما باید عواملش رو بررسی کرد که چرا در سن 34 سالگی از دنیا میره، چرا در سن 55 سالگی از دنیا میره. اینها تمامش بحث شده، تمام مقاله هاش موجود هست و بسیار زیاد بحث های فراوانی دارد. در ادامه حضرت جواد الائمه علیه السلام می فرمایند و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر. بیشترین دلیل طول عمر بر انسان ها نیکی کردن به دیگران است. کسانی که به دیگران نیکی می کنند، احسان می کنند به دیگران، دست دهنده دارند، چه از نظر مالی چه غیر مالی. این افراد عمرشون نسبت به دیگران و کسانی که اهل احسان و نیکوکاری نیستن عمرشون بیشتره، طولانی تره. باور کنید این مسئله یک قاعده کلی هست در نظام خلقت، هیچ ربطی به دین و مذهب و آیین هم ندارد. باور کنید دست مستمندان رو گرفتن، نیکی کردن به دیگران، در برنامه قبل داشتیم دیگه، بدون این که ازش بپرسی چه دینی داری، بدون این که ازش بپرسی چه مذهبی داری، بدون این که ازش بپرسی مرجع تقلیدت کیه، بهش نیکی کن. این چیزیست که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به اون توصیه میکنند. وقتی مستمندی میرفت در خانه جواد الائمه علیه السلام ازش نمیپرسیدن آیا تو شیعه ما هستی یا نه، آیا تو مخالف ما هستی یا نه. سید الشهدا علیه السلام و دیگر اهل بیت، ببینید حکایت‌های بسیار فراوانی که نقل شده از اینکه اهل بیت علیهم السلام به مستمندان زیاد کمک می‌کردند، کسانی که گره به کارشون می‌افتاد یا کسانی که مسافر بودند در مدینه می‌اومدن پولشون تموم می‌شد می‌اومدن، و خلاصه حالا حکایت‌های بسیار زیادی داره. غرض این که می‌فرمایند نیکی کردن به همگان بدون چشم داشت، حالا این بحثش فرق داره. امام صادق علیه السلام روایتی مشابه همین فرمایش آقا جواد الائمه علیه السلام دارن، می فرمایند یعیش الناس به احسان هم اکثر مما یعیشون به اعمار هم. خیلی زیباست
این دست از روایات با این مفهوم روایت‌های فراوانی هست. امام صادق علیه السلام هم می‌فرمایند مردم بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیکوکاری خود زندگی می‌کنند. با سلام خدمت شما و بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام، با تبریک به تولد آقای امام جواد علیه السلام و دردانه آقای امام حسین آقا علی اصغر علیه السلام خدمت شیعیان آقا امیرالمومنین و تهنیت به خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل امیرالمومنین علیه السلام. انشاءالله که ظهور آقای امام زمان عیدی ما باشه از دست این دو کریم اهل بیت انشاءالله. در مورد سوژه امشبتون فرموده بودین که طول عمر انسان‌ها در کلام ائمه، من بسیار دیدم که کلام ائمه فرموده بودن که نیکی به پدر و مادر باعث طول عمر میشه و دعای خیر اون پدر و مادر برای اولاد. اما در حدیثی از آقای امام صادق در اصول کافی دیدم که نوشته فرموده بودن که ایشون سه چیز باعث طول عمر میشه. یکی این که نشستن بر سر سفره‌ای که مهمان باشه و طول دادنشه. دوم رکوع و سجده رو طولانی کردن در نمازهامون. و سوم خوشرفتاری با خانواده، که این سه مرحله رو نمیشه بودن که باعث طول عمر میشه و ما به این مطمئن هستیم انشاءالله که خود آقا امام حسین انشاءالله دست ما رو بگیره و ما رو از خوبانش قرار بده. و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از سرکار خانم علوی که از تهران پیام صوتی ارسال کردن و نظرشون رو دیدید و شنیدید بیننده های محترم. این که امام صادق علیه السلام میفرمایند یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم، مردم بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند به احسان و نیکوکاری خود زندگی میکنند، یعنی همین مطلب، کسانی که احسان و نیکوکاری دارند برای همگان، این افراد عمرشون طولانی تر هست نسبت به بقیه انسان ها. و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم. خیلی نکته مهم و تکان دهنده است. و بیشتر از آن که مردم با عجل خود بمیرند، علت مرگشون عجل اونها باشه. حالا عموما بین مردم، بین السنه مردم این هست که میگن خب دیگه پیمونش پر شد دیگه. نه، اینطور نیست. 90% شاید بیشتر اینطور نباشه. روایت ها رو ببینید، پیمونه ها پر نشده، اینا عجل معلق هست. میفرمایند بیشتر از آن که مردم به واسطه عجل خودشون بمیرن، یعنی پیمونشون پر شده باشه، دیگه اون حدی که خدای متعال براشون قرار داده بوده تمام بشه، بر اثر گناهان خود میمیرند. این نظیر همان فرمایش آقا جواد الائمه علیه السلام است. آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید، آیات زیادی هست در این رابطه، مانند آیه 11 همه سوره مبارکه آل عمران. خدای متعال می‌فرماید فأخذهم الله بذنوبهم، جانشان را گرفت خدا به واسطه گناهانی که انجام می‌دادند، نه به واسطه تمام شدن وقتشون و عمرشون و به سر آمدن پیمانه عمرشون، اینکه عجلشون رسیده باشه، نه، به واسطه ذنوب، به واسطه گناهانشون. خیلی نکته مهمیه. لذا هم در آیات قرآن هم در روایات اهل بیت علیهم السلام یکی از عواملی که عمر انسان رو طولانی میکنه میفرمایند استغفار هست. آیه 11 سوره مبارکه ابراهیم رو ملاحظه بفرمایید، استغفار میفرماید که عمر انسان رو طولانی میکنه. روایت های فراوانی هم راجع به استغفار هست و زیاد استغفار کردن، چون مهمترین عاملی که عمر انسان رو کوتاه میکنه، روایات مختلفی بیان میکنن مهمترین عامل گناهان انسانه. لذا یکی از مهمترین عواملی که عمر انسان رو طولانی میکنه استغفار کردن است، البته بعد از صله رحم. قضیه صله رحم استثناءه. در تمام روایاتی که راجع به عوامل طولانی شدن عمر و عوامل کوتاه شدن عمر هست، شما بفرمایید مراجعه بکنید، صدها روایت هست.
اولین مطلب، مهمترین مطلب صله رحم هست. صله رحم انجام دادنش عمر انسان رو طولانی میکنه. بیننده های محترم هم در تماس های خودشون اشاره کردن، هم اولین تماس سرکار خانم مریم از تهران اشاره کردن و دیگر تماس ها و پیام های صوتی که گوش دادید. صله رحم انجام دادن عمر انسان رو طولانی میکنه و ترک کردن صله رحم عمر انسان رو کم میکنه. دو سویه هست. اولین و مهمترین، در تمامی روایات رو شما مراجعه بکنید و بعدش حالا عوامل دیگر هم، بیش از 10 عامل دیگر هم هست که برخی اونها رو به اقتضای وقت برنامه انشاءالله خدمتون عرض میکنم، شما هم در تماساتون و پیامهای صوتیتون بیان میکنید. صله رحم بسیار بسیار مهم هست، چیزی که مردم ازش غافل هستند، عموما همینطوره، ازش غافل هستند. صله رحم روایاتش رو ببینید، میفرماید که حتی با یک سلام کردن صله رحم به جا بیارید. کسانی که جاهایی زندگی میکنند که فرهنگی غیر انسانی و غیر اسلامی حاکم هست بر اون جوامع و صله رحم رو به این میبینند که یک مهمونی بخوام بگیرم صله رحم انجام بدیم با فامیل، حداقل یه 7-8 میلیونی باید هزینه کنم. اینها معنای صله رحم رو متوجه نشدند. قدیمی ها که عمرشون هم نسبت به همین حالا ماها عمرشون طولانی تر بود، معمولا در هر خانواده یک نفر بالای 100 سال بود، قدیما صله رحم انجام میدادن. صله رحم بیمعونه. اونا معنای صله رحم رو فهمیده بودن. روایات میفرماید حتی با یک سلام کردن صله رحم به جا بیار. سلام میکنم به سرکار خانم زاره از اصفهان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا قمر بنی هاشم، و ابی انت و امی و اهلی و مالی و اولادی یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا جواد الائمه، صلی الله علیک یا علی اصغر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دستاندرکاران برنامه سوژه و عرض ادب خدمت استاد بهنام گرام، عیدتون مبارک، زیارتتون قبول باشه استاد. متشکرم، قبول حق، بنده هم این عید رو خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک عرض میکنم. سپاسگزارم نظرتون استاد. باید ببخشیم چون نت ایران زیاد وضعیتش خوب نیست، من اصلا نمیدونم شما چه صحبتایی کردین، فقط هرچی که بلدم خلاصه ای از صحبت همو براتون میگم. بفرمایید. برای طولانی شدن عمر و پربرکت شدن عمر، امام رضا علیه السلام فرمودن که دوری کنید از کارهای بد و فتنه انگیز، و آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که حسن خلق داشتن باعث طولانی شدن عمر میشه، و یکی از چیزهای دیگه صدقه دادنه، مدام و مکرر صدقه بدیم و به فکر نیازمندان باشیم و صله رحم داشته باشیم با اقواممون. الان موقعیتی هم نیست که بخوایم زیاد رفت آمد کنیم، میتونیم با یه تماس تلفنی، با یه تماس تصویری یه حال از اقواممون داشته باشیم و اینکه به اهل و عیال خانوادمون نیکی کنیم و کار خانوادمون رو به نحو احسن انجام بدیم که باعث طولانی شدن عمرمون میشه. و یکی از کارهایی که خداوند تو قرآن فرموده نیکی به پدر و مادره که باعث طولانی شدن عمرمون میشه، و هر کاری که پدر و مادر خوشحال میشن با اون کار رو انجام بدیم. و اینکه طولانی کردن رکوع و سجده در نماز باعث طولانی شدن عمر میشه. و بله، یکی از بخوایم اصول غذا خوردن رو بخوایم بگیم که سر سفره طولانی نشستن نه به منظور پرخوری، به منظور خوب جویدن غذا، جویدن غذا باعث طولانی شدن عمر میشه. و اگر در حد توانمون بتونیم کاری از امور مسلمین رو به عهده بگیریم و درست انجام بدیم و با عدالت انجام بدیم، خداوند ما رو در جلوی دیگران بهمون عزت میده و باعث طولانی شدن عمرمون. بله. میشه. در حد توانمون احسان و نیکی کنیم به مردم،
با مردم به خوبی رفتار کنیم، با خوش اخلاقی رفتار کنیم، علاوه بر ثمرات اجتماعی و ثمرات اخروی باعث طولانی شدن عمرمون میشه و طولانی کردن نماز و عبادت کردن هم باعث طولانی شدن عمر میشه و اینکه دیگه همین. احسنتم، تشکر میکنم. این موارد بسیاری که اشاره کردید از روایات اهل بیت علیهم السلام. سرکار خانم زاره از اصفهان. آقای کارگردان اجازه دارم از پشت این تریبون تکون بخورم من؟ بله، متشکرم. ببینید بیننده های محترم، اکثر مواردی که روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره میکنن برای عوامل طولانی شدن عمر، الان در اکثر جامعه ها نمی بینید این مسائل رو. باور کنید، یه سری به قبرستان ها بزنید در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف. معمولا رو سنگ قبرها کسانی که از دنیا رفتن زیر 60 سال هستن، زیر 70 سال هستن. مواردی که اهل بیت علیهم السلام 1400 سال قبل فرمودن این موارد رو رعایت کنید عمرتون طولانی میشه، یعنی الان در بویژه در همه کشورها، بویژه در کشورهای اسلامی اصلا رعایت نمیشه. مهمترینش صله رحم. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صله الرحم، چیزی رو من بلد نیستم که مانند صله رحم در طولانی شدن عمر مؤثر باشد، عمر رو زیاد کنه. مهمترین مسئله، عرض کردم، در روایات اهل بیت علیهم السلام صله رحم رو بیان میکنند که امروزه متاسفانه به بهانه ویروس کرونا صله رحم کم بود. چی بود اصلا خودش قبلا؟ به بهانه های مختلف، هر دوره ای به بهانه های مختلف صله رحم انجام نمیشه دیگه. حالا یه دوره به واسطه مشکلات اقتصادی، یه دوره به واسطه اینکه گرفتاریم، چند کار باید انجام بدیم در طول شبانه روز به خاطر اینکه نون زن و بچه، در هر دوره ای و امروزه هم به بهانه کرونا، نتیجه اینکه صله رحم انجام نمیشه. ولو اینکه به والا تلفنی دیگه کرونا منتقل نمیشه، میشه انسان یک تماس بگیره، یک احوال پرسی، همین صله رحم هست. پس اگر میبینیم که عمرها کم شده، مرگ فجعه زیاد شده، مهمترین دلیلش عمل نکردن این نکاتی است که اهل بیت علیهم السلام در روایات بیان میکنن. صله رحم، نیکی به پدر و مادر، احسان و نیکی کردن به مردم، به همگان، نه به قشر خاصی، نه به حالا مقلدین فلان مرجع یا شیعه باشه، نیکی کردن به همگان، طولانی کردن نماز به ویژه سجده نماز، اینها تمام عواملی است که عمر انسان رو طولانی می کند. نیکی کردن به اهل و عیال و خانواده و حالا عوامل دیگری که برخی بیننده ها هم در تماس هاشون اشاره کردن، مانند خوب جویدن غذا و دیگر نکاتی که اهل بیت بیان کرده اند که امروزه تمامی این عوامل، حدود 10 عامل یا بیشتر هست در روایات بیان میکنن، تمامی اینها رخت بربسته از همه جوامع به ویژه کشورهای اسلامی رعایت نمیشه که عمرها کوتاه شده. رعایت نمیشه که عمرها کوتاه شده. من بر والدیه طوبا له زاد الله فی عمره، خوشا به حال کسی که به پدر و مادرش نیکی کند، احسان کند، رفتار خوب با پدر و مادرش داشته باشد که عمرش طول. این وعده خدای متعال است، کلام اهل بیت علیهم السلام کلام خدای متعال است، این وعده خدای متعال است. به پدر و مادر نیکی کردن عمر انسان رو زیاد میکنه. شیعه باشی،
اهل تسنن باشی، مسیحی باشی، زرتشتی باشی، بیدین باشی، لائیک باشی، اثر وضعی این کار خدا این قرار داده هر کسی به پدر و مادرش نیکی کند عمرش طولانی میشه. این اثر وضعی این کار خود خدا قرار داده این مسئله رو. امام صادق علیه السلام میفرمایند من حسن بره به اهله زاد الله فی عمره، هر کسی با زن و بچه خودش یا خانمی با شوهر و فرزندان خودش به نیکی رفتار کند خدای متعال عمرش را طولانی میکند. یا در روایت دیگر میفرمایند حسن خلق با همگان، حسن خلق باعث طولانی شدن عمر می شود. و روایات بسیار زیادی که در این زمینه هست، حدود 7-8 مورد رو بنده تونستم امشب در این برنامه عرض کنم خدمتون، از عواملی که اهل بیت علیهم السلام می فرمایند باعث طولانی شدن عمر میشه. تمام این 7-8 مورد ترک کردنش باعث کوتاه شدن عمر میشه. تمام اینهایی که در روایت ها فرمودن و امشب عرض کردم، ترک کردنش، رها کردنش باعث کوتاه شدن عمر میشه، که امروزه میبینیم در کشورهای مختلف چقدر عمرها کوتاه شده. تعجب میکنن، مثلا همه خبرگزاری های دنیا مینویسن که یک انسان مثلا 105 ساله در فلان کشور از دنیا رفت، در صورتی که 40 سال قبل، 50 سال قبل هر خانه ای، هر خانواده یک انسان بالای 100 سال درشون بود و زندگی میکردن و از برکت وجودش استفاده میکردن. این نکاتی که امشب عرض کردم، باز هم روایات اهل بیت علیهم السلام رو مطالعه بفرمایید، به برکت میلاد با سعادت جواد الائمه علیه السلام و حضرت باب الحوائج علی اصغر علیه السلام، ان شاء الله بیشتر این روایات رو مطالعه کنید، برای دیگران هم بیان کنید، آگاهشون کنید، از این مسائل رعایت کنن، ان شاء الله خدای متعال طول عمر با عزت و برکت به همگان عنایت کند، ان شاء الله بتونید بیشتر به زیارت سید الشهدا علیه السلام مشرف بشید، که در روایت میفرماید زیارت الحسین، زیارت امام حسین علیه السلام عمر را طولانی میکند. ان شاء الله به زودی کربلا ببینیمتون. اللهم عجل ولیک الفرج. تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه امشب، دعاگو و نایب و زیارتون هستم در زیارت هایی که مشرف میشم. خدا نگهدار همگی شما. یا علی مدد.